آب رنگ نقش شده پر آب و رنگ در صفحه های سفید. بانوان چادر سبز با دستان ظریف کار و دو مرد با لباس سیاه نقاش های این نقش های آب رنگی هست. تشویق بازدید کنندگان بسیار است، اما از خرید نقاشی هایشان خبری نیست. تشویق لفظی میشیم، خریداری زیاد نمیشه و ما تصمیم گرفتیم به این نمایشگاه اونقدر قیمت بالا نگذاریم، قیمت آثار خود را. گرچه زیاد سر از اینا کوشش کردیم و زحمت کشیدیم، ولی خواستیم همین رسم خریداری بین خود مردم ها که همیشه کارا خور به خریدی و فروش نرسانه. گروه هفت نفری، هفت نقاشی که با آب رنگ 130 اثر به نمایش گذاشتند. این اولین نمایشگاه نقاشی است که نقش هایشان با آب رنگ زیبا شده. اولین نمایشگاه گروهی که در هرات توسط این محصلین عزیز ما دایر شده. از ویژگی های خوب از این آثار تکنیک خوبه و سوژه های محلی و منظرسازی که شده. آب و رنگ تصویری شده از دنیای خیال که خاطرات بعضی ها را برانگیخته. این نمایشگاه آب رنگ خاطرات بسیار عظیم را در ذهن زنده میکنه. آب رنگ در قدیم هم در نقاشی ها بود. ایده های متفاوت از نقاشی های به نمایش گذاشته شده. این نمایشگاه تفاوت خیلی زیاد در نمایشگاه دیده میشه، در کارهای افراد یا هنرمندای که کار کردن. امی تصویرایی که اینا کشیدن خیلی زیباه، یعنی واقعیت هایی که اونا در ذهن خودشان به رو تصویر کشیدن. در مجموع یک نمایشگاه علمی و هنری میشه ایر بگیم. تصاویر معانی دارن. معانی تصاویر ارزش را برای هنرمندان و اهل هنر و بازدید کننده ها به خاطر میاره. آب رنگ فصل اول نقاشی های رنگی است و از 250 سال پیش در فرانسه روی کار آمد. محمد کرام شاهی، مرکز عملیات رسانه دانشکده ژورنالیسم، هرات.